بچه‌های عزیز دقت کنید، این سوال داره از شما درباره چی میپرسه؟ درباره مراحل استخراج آهن. تمرکزشم با توجه به گزینه‌ها روی دو سه تا مرحله آخره. ما میدونیم که استخراج آهن کلاً 4 تا مرحله داره. مرحله اول چیه بچه‌ها؟ مرحله اول کشف معدنه یا شناسایی معدن به اضافه استخراج سنگ معدن. مرحله دو خالص سازی سنگ معدنه. خالص سازی سنگ معدن. مرحله سه بچه ها، سنگ معدن شما میره تو کوره به همراه سنگ آهک و کربن حرارت میبینه تا اون اکسیژنش جدا بشه. پس من فقط مینویسم حرارت دادن در کوره. و مرحله چهار تولید ورقه. این از این. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ گزینه هامون. گزینه ای میگه در مرحله دو خالص سازی آهن با سنگ آهک انجام میشد. ببین ما اینجا سنگ معدن رو خالص میکنیم، ولی خالص سازی با سنگ آهن بچه ها، خالص سازی سنگ آهن با سنگ آهک اینجا در کوره اتفاق میفته. یعنی ما تو کوره کربن داریم به اضافه چی؟ سنگ آهک. پس گزینه یک مربوط به مرحله شماره 3. گزینه دو میگه در مرحله سوم در اثر گرما دادن به مخلوط گاز کربن دی اکسید تولید میشود. آقا ببین، باز دوباره این شماره 3 رو تکمیل کنیم. سنگ معدن ما تو کوره همراه کربن و آهک حرارت میبینه، چی به ما میده؟ CO2 میده و آهن، آهنی که دیگه اکسیژن بهش نچسبیده و خالص شده. پس این که بگیم که گاز کربن دی اکسید تولید میشود درسته. پس گزینه شماره 2 رو فعلا نگهش دار. شماره 3 میگه در مرحله 4 با استفاده از سنگ آهک اکسیژن را از سنگ معدن آهن جدا می کنند که گاز اکسیژن حاصل این فرایند است. ببین آقا، این توضیحی که اینجا داره میده مربوط به مرحله شماره 3 هست، به مرحله 4 ربطی نداره. و 4 هم میگه مرحله سوم انرژی بسیار زیادی تولید می کند. آقا گفته تولید. تو مرحله 3 ما باید یه عالمه انرژی بدیم. ببین حرارت دادن در کوره، عنوانشو ببین چی نوشتم، حرارت دادن در کوره. پس تولید نمی کند، مصرف می کند. گزینه شماره 4 رد میشه، جواب میشه گزینه 2.